سلامی گرم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. من مهین علیپور، امروز 21 آذر ماه 1394 برابر با 12 سپتامبر 2015 با کمک همکارم جمیل فرزان در اتاق فرمان یکی دیگه از برنامه های علی تبریز رو خدمتون ارائه میدیم. برنامه امروز ما شامل دو قسمت هست، یک اشاره کوچکی به 25 نوامبر و بعد بیشتر برنامه‌مون رو اختصاص میدیم به جایزه‌ای که فریده آرمان گرفتن تحت عنوان زنده باد فریده آرمان. قبل از اینکه سراغ اون قسمت بریم باید این بحث کوچک خودمون رو شروع کنیم که ما هفته یا هفته‌های 25 نوامبر رو، فعالیت‌های پیرامون 25 نوامبر رو پشت سر گذاشتیم و تمامی تلاش ما، هم غم ما این بودش که بیشترین فعالیت‌های خودمون رو اختصاص بدیم به نشان دادن وضعیت زنان توی ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، یک حکومت ضد زن، یک آپارتاید جنسی و همینطور پیرامون کمک به جنبش زنان برای رفع این مشکل بزرگ. و در واقع میشه گفت که بیشترین صحبت‌های ما و نتیجه‌گیری‌های ما از کنفرانس‌ها، سمینارها یا فعالیت‌هایی که داشتیم این بود که زن بودن در ایران جرمه و رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی با تمام قوای خودش سعی می‌کنه زن رو مورد مجازات به طرق مختلف قرار بده، حتی زمانی که می‌خواد یک مقدار راحت و آزاد زندگی کنه. و در این باب ترجیح دادم که یک شعری از قاده الزمان خدمتون ارائه بدم که همین موضوع رو به صورت خیلی قشنگی عنوان میکنن. ایشون هم در جای زندگی میکنن که همون شرایط جمهوری اسلامی رو داره و واقعا که زن بودن جرمه. بله، شعر قاده الزمان به این صورت است: به خانه من آمدی، برایم مداد بیاور، مداد سیاه، میخواهم روی چهرم خط بکشم تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم، یک ضربه در هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم، یک مداد پاکن بده برای محو لبها، نمیخواهم کسی به هوای سرخیشان سیاه هم کند، یک بیلچه تا تمام غرایز زنانه را از ریشه در بیاورم، شخم بزنم وجودم را، بدون اینها راحت تر به بهشت می روم گویا، یک تیغ بده موهایم را از ته بتراشم، سرم هوایی بخورد و بی واسطه روسری کمی بیاندیشم، نخ و سوزن هم بده برای زبانم، می خواهم بدوزمش به سق، این گونه فریادم بی صداتر است، قیچی یادت نرود، می خواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم، پودر رخشویی هم لازم دارم برای شستشوی مغزی، مغزم را که شستم پن کنم روی بند تا آرمان هایم را باد با خود ببرد به آن جایی که عرب نینداخت، می دانی که باید واقع بین بود، صدا خفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر، می خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب برچسب فاحشه میزنندم بغضم را در گلو خفه کنم، یک کپی از هویتم را هم میخواهم، برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد فحش و تغییر تقدیمم میکنند بیاد بیاورم که کیستم، لطفاً اگر جایی دیدی حقی میفروشند برایم بخر تا در غذا بریزم، ترجیح میدهم خودم قبل از دیگران حق خودم را بخورم، سر آخر اگر پولی برایت ماند برایم یک پلاکارد بخر به شکل گردن بند، بیاویزم به گردنم و رویش با حروف درشت بنویسم، من یک انسانم، من هنوز یک انسانم، من هر روز یک انسانم، قاده الزمان. دقیقاً وضعیت زنی تحت کنترل یک آپارتاید جنسی در ایران جمهوری اسلامی و همه این مواردی رو که این زن در شعر خودش میگه برایم بیاور، میشه گفت که مجازات ها قوانینی هست که جمهوری اسلامی به دست و پای زنان بسته.
و الان میریم سراغ قسمت دوم برنامه خودمون تحت عنوان زنده باد فریده آرمان، زنده باد انسانیت. 2 دسامبر 2015 در شهر استکهلم اتفاق مهمی میفته و در اونجا به فریده آرمان جایزه داده میشه به نام سکه طلایی. و فریده آرمان از سال 2011 یک کاری رو شروع میکنن و این کار حمایت دولتی میگیره که در رابطه با کودکانی که تحت خشونت قرار گرفتن به خاطر که توی اون خانواده خشونت بوده کارهایی رو بکنن. این پروژه به نام بوم یا پروژه مادران و کودکان بوده که از طرف فدراسیون مدافع حقوق زنان یا کوینورس فوربوندت که فریده آرمان پیشبرنده اون هست صورت میگیره. کارهایی که فریده آرمان در این مدت میکنه چنان چشمگیر بوده، چنان مؤثر بوده و ناگفته نمونه که تشکلها و سازمانهای دولتی کنترل دارن روی این شیوه کارهایی وقتی که یه مقدار حمایت میگیره. اینها ارزیابیشون به این صورت بوده که این کارها بسیار با ارزش بوده و به این کار که فریده آرمان پیشبرندش بوده این جایزه داده میشه که این جایزه بسیار اهمیت داره. هر سال به یک پروژه و یک کار داده میشه که جایزه فریده آرمان به خاطر دفاع از کودکانی که خشونت رو دیدن بوده در خانواده. و یک کتابی هم نوشته میشه به نام سومارنس خیرستیوس یا منفذ باریک یک نور تابستانی که دقیقاً مصاحبه‌ای بوده با مادران و کودکانی که توی این پروژه شرکت کردن و ناگفته نمونه که تعدادی از اینها در تمام این 3 سالی که این پروژه ادامه داشته بودن و در کنار این پروژه بودن. و این کتاب بسیار مورد استقبال قرار گرفت، 253 صفحه است که در نمایشگاه مختلفی گذاشته شد و این کتاب هم بهش جایزه‌ای متعلق شد. و اینجا من ازتون تقاضا میکنم، چون من سعادت اینو داشتم که اون روز 2 دسامبر 2015 در اون مراسم باشم و فیلم هایی رو، گزارش هایی رو تهیه کردم که فیلم اول راجع به دادن جایزه به خود فریده و یک معرفی کوتاهی راجع به اون پروژه است. ازتون تقاضا میکنم که اول این فیلم رو با هم دیگه ببینیم. بله، این جایزه که به نام گولد کورن سکه طلایی هست به این پروژه بوم تعلق میگیره که اینجا اون شخصی که این جایزه رو میده میگه که ما این جایزه رو میدیم به این خاطر که این پروژه و فریده آرمان پیشبرنده این پروژه بودن با همکاری گروه های دیگری، یک گروه تئاتر، یک گروه که برای بچه ها به صورت کلاون ها، به صورت اینکه لباس های شادی می پوشن و کار می کنن، و همینطور چند نویسنده و چند عکاس دیگه اینو پیاده می کنه و کمک به بچه هایی هستن که تحت خشونت قرار می گیرن. و نوشته هایی که شما در این روی این فیلم می بینید، مثلا یکی از ترجمه هاش به این صورته که زنایی که در این پروژه شرکت کردن میگن که ما وقتی که در این برنامه ها شرکت کردیم حس کردیم دیگه تنها نیستیم. خانم دیگری باز به صورت نوشته روی این فیلم میاد، میگه که من همیشه آرزو داشتم برای بچه‌ام تولد بگیرم ولی نمیتونستم، ولی این کار و این فعالیت ها به من این امکانو داد که در یک محیط شادی من بتونم برای بچه‌هام تولد بگیرم. در قسمتی از این فیلم ها شما میبینید که این پروژه در کنار طبیعت در تابستون ها خانواده و این کودکان رو میبره به گردش، به پیکنیک ها و در محیط شادی با سرگرمی هایی که برای این خانواده ها درست میکنه سعی میکنه که اونا اوقات خوشی رو داشته باشن. ناگفته نمونه که تعداد زیادی از این مادران و بچه ها هنوز به صورت مخفی زندگی می کنن در خانه های امن زنان و به همین خاطر هم هست که گاهن ما می بینیم که صورت های اینها دیده نمی شه. و این خانمی هست که داره برای بچهش تولد گرفته در این شرایط.
و این پروژه به کودکان فرصت داده که در یک محیط بسیار سالم و دوستانه بتونن در کنار هم باشن و به شادی بپردازن و به هویت این کودکان کمک میکنه که بتونن اون خشونت رو فراموش کنن. بله، ما الان باز قسمت های از فعالیت های درون ساختمانی این پروژه رو میبینیم که قسمت های بیرونی مربوط به فصل تابستان هست و قسمت های از این فعالیت که صورت میگیره در اون ساختمان مربوط به فصل میشه که اینا نمیتونن بیرون باشن و این پروژه در حدود 3 سال به این کار ادامه میده. یک سمپوزیومی هم ما داریم الان میبینیم که در رابطه با کتابی هست که به بیرون داده شده و شما خودتون میبینید که در این سمپوزیوم این کتاب معرفی میشه و چقدر تعداد شرکت میکنن و این کتاب که اسمش هست نور تابستانی، منفذی به نور تابستانی رو به بیرون، مورد استقبال قرار میگیره و اینجا به صحبت‌های مادران و کودکان گوش داده میشه و به این خاطر این کتاب میتونه یک منبع مهمی باشه برای سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف که میخوان به این کودکان کمک کنه. این کودکی است که شما میبینید که میگه که من خیلی خوشحالم که در این فعالیت‌ها شرکت کردم، برای اینکه هیچ وقت فرصتی برای این کار نداشتم. و کودک دیگری هم هست اینجا و داره از این پروژه صحبت میکنه و اینکه چه تأثیراتی این کارها روی سلامت این کودک داده شده و این هم باز دختر دیگری هست که از این پروژه تعریف میکنن و میگن که ما تونستیم اینجا بسیاری از موارد تلخ رو فراموش کنیم. الان ما به زودی شاهد این خواهیم شد که فریده آرمان میاد و جایزش رو میگیره و یک صحبت هایی میکنه، ولی من میتونم زودتر ترجمه گوشه ای از صحبت های فریده آرمان رو خدمتتون بگم. فریده آرمان میگن که خشونت وجود داره و در خانواده ها متاسفانه کودکان شامل دیدن این خشونت میشن و من این آرزویی بود که داشتم به طور کلی در حوزه فعالیتی خودم که کمک به مادرانی هست که مورد خشونت قرار میگیرن که من بتونم به کودکان توجه کنم. کودکان متاسفانه موجود کوچک هستن با یک دنیایی پر از سوال و ناراحتی و نگرانی در زمانی که در خانواده خشونت رو تجربه میکنن. به همین خاطر ما این پروژه رو نوشتیم، این کار رو نوشتیم که حدود 3 سال طول میخواست بکشه و خواستیم که بیشتر فوکوس خودمون رو روی کودکان داشته باشیم. زمانی که یک زن مورد خشونت قرار میگیره و خونه رو ترک میکنه، سازمان‌های مختلفی که میخوان به این خانواده کمک کنن پیرامون مسئله خشونت فوکوس میکنن و سعی میکنن که بالفرض محیط این خانواده رو عوض کنن و به مادر بیشتر برسن و تغییراتی در زندگی اون خانواده ایجاد کنن و این کودک فراموش داده میشه و کودک محیطش عوض میشه، پدر خودش رو گاهن دیگه نمیبینه، دوستای قدیمی خودش رو دیگه نمیبینه، شبا کابوس میبینه و کودکانی رو که من تجربه کردم در این پروژه فریاد میزدن، گریه میکردن و به همین خاطر بود که ما بیشتر فعالیت‌های خودمون رو برای این کودکان گذاشتیم از طریق فعالیت‌های مختلف، از طریق همکاری با گروه تئاتری که الان نمایندش اینجا ایستاده و سازمان دلغک‌ها که برای بچه‌ها شرایط بسیار خنده‌دار و شرایط بسیار شادی رو درست می‌کنن و خود ما هم که سعی می‌کردیم فعالیت‌ها و سرگرمی‌های مختلفی رو برای این کودکان درست کنیم و تونستیم واقعا نتیجه بگیریم و خوشحالیم که این سازمان‌های دولتی متوجه کار ما شدن و نتایج این کار رو دیدن و به این نوع کارها جایزه دادن و امیدواریم که ما بتونیم بیشتر به این بچه‌هایی که در معرض خشونت قرار می‌گیرن کمک کنیم. بله، ایشون باز دارن صحبت می‌کنن. این همونطور که من گفتم اون شخصی که در کنار فریده آرمان ایستادن
لارش اوبری هستند که نویسنده کتاب فریده آرمان که 253 صفحه دارن و در این کتاب مصاحبه‌های بسیار ارزنده و مهمی با مادرانی که تحت خشونت قرار گرفتن و خونه رو ترک کردن و این کودکان صورت گرفته و عکس های بسیار زیبایی که اون خانومی رو که شما کنار لارش میبینید اوسا هستن و این عکاس عکس های بسیار زیبایی رو از بچه ها گرفتن که در این کتاب درج شده و همونطوری که سازمان های دولتی هم گفتن این کتاب یک منبع بسیار مهم و میتونه یک منبعی باشه که ازش استفاده بشه و در موارد مختلف خونده بشه و مدرک مهمی باشه برای اینکه نشون بده که خانواده هایی که تحت خشونت قرار میگیرن و این بچه ها چه احساسی دارن و به چه صورت فکر میکنن و چرا فریده آرمان و سازمانی که باهاش کار کرده تصمیم به این گرفته که به این کودکان کمک کنه. گویا که بیشتر فعالیت های فریده آرمان کمک به زنانی هست که تحت خشونت قرار میگیرن و سعی میکنه که اونا رو از این وضعیت در بیاره یا کمکشون بکنه. بله، من فکر کنم دیگه به آخرای این فیلم رسیدیم و ناگفته نمونه که من در همون محله، در محله هتلی که این جایزه تقسیم شد، یکی از بزرگترین هتل‌های شهر استکهلم، فریده آرمان رو دیدم و در اونجا مصاحبه طولانی راجع به فریده آرمان و اینکه به چه صورت این پروژه رو شروع کرد و حقیقتاً افکارش چی بود و چه نتایجی گرفت و اینکه آیا راضیه و در ادامه کاری میخواد چه کار بکنه، مفصلا با هم دیگه صحبت کردیم. اوقات بسیار خوشی بود و ازتون تقاضا دارم که به این مصاحبه گوش بدید. بله، قبل از اینکه سراغ این فیلم بریم، از اونجایی که وقت ما تنگه، من ترجیح میدم که برنامه‌م هم قبل از این فیلم خاتمه بدم و دوباره بعد از دیدن این فیلم مزاحم شما نشم. امیدوارم که تا اینجای برنامه در کنار ما بودین و خوشتون اومده باشه و همینطور در بهبودی این برنامه تقاضایی که من دارم ما رو همکاری کنید از طریق اسمس ها، از طریق نوشتن ایمیل و به هر طریقی که شما خودتون سلام میبینید تا اینکه ما بتونیم برنامه های ارزنتری خدمت شما ارائه بدیم. عزیزان، شما هر کجا که هستین امیدوارم که روزها و شبهای خوشی در انتظارتون باشه و تا برنامه آینده شب و روز شما خوش. سلام میگم، من مهین‌علی‌پور هستم و این رپورتاج رو برای برنامه علیه تبعیض تهیه میکنم. امروز چهارشنبه 11 آذر 1394 در یکی از هتل‌های بزرگ استکهلم هستیم، هتل نوردیک لایت، که در اینجا جوایز به بعضی ها تعلق گرفت و اینجا هم فریده آرمان رو داریم. یکی از این جوایز به فریده آرمان و پروژه‌ای که در دست ایشون بود و تشکلی که باشون کار می‌کردن قرار گرفته، که در واقع به خاطر کمک‌هایی که به بچه‌ها و مادرهایی که بچه دارن بوده. من زیاد توضیح نمیدم. فریده جان سلام و با عرض تبریک. مرسی، خیلی ممنون، خوشحالم که شما رو میبینم. خودتون جایزه رو میده، این مرکزی که این جایزه رو میده یه به اسم المن ارث فوندن، یه مرکزی هستش که اونایی که ارث دارن و ارثشون وارث نداره، این پولا در این مرکز دولتی جمع میشه و برای فعالیت های اجتماعی داده میشه، از جمله فعالیت برای کودکان، فعالیت برای اشخاصی که هندیکپ هستن و مشکل جسمی دارن و برای جوان ها. ما یه پروژه رو در عرض 3 سال داشتیم که برای بچه هایی بود که مادراشون مورد خشونت واقع شدن یا خودشون مورد خشونت واقع شدن، برای بچه هایی که شاهد خشونت بودن یا خودشون مورد خشونت واقع شده بودن. این پروژه که اسمش بچه ها و مادر ها بود، خشونت خانگی، خشونت خانگی توسط پدرها یا همسراشون، بله، مرد خانم توسط همسرش،
این پروژه رو ما در 3 سال روندیم و سعی میکردیم تو این پروژه این بچه ها خیلی فشار زیادی روحی بهشون میادش و ما سعی کردیم در طی این پروژه یه کاری بکنیم که اینا واقعا بتونن تو زندگیشون یه شادی بگیرن، یه نیرویی بگیرن، مادراشون بتونن یه شبکه ای از کسایی رو پیدا بکنن که باشون رفت آمد کنن، چون خیلی از تنهایی رنج میبرن. و این بچه ها مثلا ما با چند تا سازمان همکاری میکردیم، مثلا براشون دلقک ها میمادن برنامه شاد اجرا میکردن یا میبردیمشون توی اردوهای تابستانی یا اردوهای یک روزه که تو طبیعت باشن و بازی کنن، شنا کنن و از اون فضای تنگ خونه های امن در بیان و یه ذره ریلکس بشن. شما میگید فرید جان بچه اینا چه سنی میداشتن؟ ما در عرض 3 سال حدود 300 تا بچه ای که مورد خشونت واقع شده بودن رو این پروژه در بر میگرفت که از این 300 تا 250 تا زیر 12 سال بودن. بله، سنین بسیار حساس. بله، و حدود 50 تاشون بالای 12 تا 18 سال. من یه قسمت از صحبت‌های شما رو گوش دادم و ناگفته نمونه که من به شما قول میدم اونا رو پخش میکنیم، منتها اینجا چون فارسی میگم. شما یه اشاره خیلی قشنگ کردید، گفتید که ما بزرگان به هر حال فشار و بدبختی رو یه طورایی تحمل میکنیم که باز تحملش سخته، ولی بچه نمیفهمه. یک جسم کوچک، یک روح کوچک و یک دنیای بزرگ مشکل. آیا راضی هستی که تونستی کمک کنی از طریق این پروژه ای که جیرگی از جوایزی رو به نام سکه طلایی به خودش اختصاص داد؟ خیلی، یعنی واقعا این یه جانم بوس میکنن. یعنی هنوز رابطه داریم؟ خیلی باشون رابطه دارم و توی همون موقعی هم که می اومدن و تو اکتیویتی ها شرکت می کردن، انقدر از اینکه ما این کار کوچیکیه برای اون بچه ها داریم می کنیم، ولی این کار انقدر براشون مهم بود. ولی در دنیای بچگی بسیار بزرگ، خاطرات بسیار قشنگ می زد. و این خیلی ها دوست داشتن اصلا ترک نکنن اونجایی که ما میرفتیم مثلا برای اردوی تابستانی، دوست داشتن بمونن. یکی از بچه ها توی مصاحبه‌اش یا پیغامی که توی این فیلمی که فریده نشون داد به عنوان معرفی این پروژه میگفت که کاش هفته یک بار بود. آره. و یکی از بچه ها میگفتش که من دیدم مامانم خوشحاله از اینکه بچه میبینه که مامانش توی فضای دیگه غمگین نیست، گریه نمیکنه، یه فضای آزادی هست و رو بچه هم خیلی تاثیر میذاره. و برای ما تونستیم یه سهمی رو ادا کنیم از کار بزرگی که میشه برای این با اینکه این پروژه حمایت‌های مالی گرفت و کمک‌های، ولی من فکر میکنم بیشترین انرژی رو خودت تو گرفتی و افرادی که با این پروژه کار کردن. ادامه کاری این پروژه چه صورت؟ ما بعد از 3 سال که از سال 2011 تا 2014 این پروژه رو روندیم، بعد از اون تونستیم از یه مراکز دیگه ای کمک مالی بگیریم و الان 2 ساله که پروژه رو داریم ادامه میدیم و قراره که سال دیگه هم ادامه بدیم. شما یه دونه دیپلم هم گرفتین، میشه این دیپلم رو نشون ما بدید؟ این جایزه ای که این دیپلمی هست که بسیار با ارزشه، چون این بسیار با ارزشه، این خودش یک میشه گفت نشان افتخار و اعتباریه برای افرادی مثل فریده آرمان یا سازمان هایی که به این صورت این مدرک رو میدن. خیلی متشکرم و با آرزوی اینکه شما همیشه سعی سالم باشید و همینطور موفق در کار. شما همینطور، متشکرم. ممنون. سلام.